از چالش هایی که برای رسیدن به این نقش داشتین یه فضای کمدی فلسفی هم بگید؟ ببینید من فکر میکنم به جرات میتونم بگم یکی از سخت‌ترین کارهایی بوده که تا الان کردم، به خاطر اینکه خیلی لب مرز بوده، خیلی لب تیغ داشت پیش میرفت کاراکتر، هیچ المان ظاهری خاصی نداشت که من بخوام ازش بهره بگیرم و کمکم کنه توی بازیگری. یک آدمی بودش که خونسرد بود، دو وجهه داشت و خب کاراکتر سخت و خیلی نمیدونم چجوری بهتون بگم، بعضی موقع هستش که یه کاراکتر خیلی اکت داره، خیلی مشخصه خاصی داره، این از اون مشخصه ها نداشت و بازی کردنش برای بازیگر، کسایی که بازیگر هستن میتونن بفهمن، خیلی سخت‌تره تا کاراکتری که تعریف دارن. یه مقدار تعریف این کاراکتر سخت بود. میتونین بگین چرا پالتو شوتری؟ به خاطر اینکه پالتو شوتری تنشو میکردن دیگه، اصلا تمام قصه در مورد یک پالتویه که از پدر کوهیار بهش به ارث رسیده که وقتی اون پالتو رو تنش میکنه تن به کارهای خبیثانه و رفتارهای زشت و هنجارشکن اجتماعی انجام میده. فکر میکنم که از جمله این شخصیت ها بسیار بسیار زیاد داشته باشیم تو اجتماع امروزمون، مخصوصا با معضلات و اتفاقاتی که توی جامعه این روزها در جریان هستش، همه دارن نقابشون رو از چهره ور میدارن و چهره واقعیشون رو نشون میدن، به خاطر اینکه همه تحت فشارن و این فشار هم از اقتصادی هم از اجتماعی باعث میشه که آدما دیگه نتونن اون چهره قشنگی که همیشه جلوه میدادن و جلوه بدن. به خاطر همین این نقابا وقتی از صورت برداشته میشه، پالتو شوتری ها همه تنشون میاد و از این جور آدم ها متاسفانه باید بگم توی اجتماع زیاد داریم. خودتون امیدی داریم به اکران مردمی با توجه به اینکه یه فضای متفاوتی داره نسبت به فیلم های دیگه؟ 100%. از اونجایی که مردم الان از فیلم های روتین و روزمره که تا به امروز اکران شده و از طنزایی که نموناشو زیاد داریم میبینیم، خود منم بازی کردم، زیاد دیدن، همه دنبال کارهای متفاوتن و این کار متفاوتیه. شاید یه دستی لازم باشه توی تدوینش خورده بشه، خود ریتمش بعضی جاها تند بشه، ولی به نظر من میتونه اکران خیلی متفاوت و جذابی داشته باشه.